افغانستان در یک معادله پیچیده سیاسی در میان قدرت های جهان و منطقه قرار دارد. آمریکا با اندیشه زیاد نیرو در تلاش فصل تازه از بازی های جهانیش در افغانستان است. روسیه از طرف دیگر در این معادله بازی می کند شاید طالبان را گزینه برای خودش می‌داند. با پاکستان که همانگونه در گیر بوده ما هستیم. اما بحث اساسی و مهم این است که بالاخره در میان این همه بازی ها دولت افغانستان خودش را چگونه می یابد و در بازی حفظ قدرت و سرکوب عراس افغانی کی برنده میدان خواهد شد در حاشیه خبر امشب با مهمانانم روی این موارد و موارد دگر بحث خواهیم کرد با ما باشید سلام و وقتتان بخیر به حاشیه خبر امشب خوش آمدید مهمانان من در این برنامه آقای دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان آقای حامد صبوری استاد دانشگاه مهمانان شما را به بس خوش آمدید میگم آقای میناپال واکنش حکومت افغانستان در برابر برخوردهای اخیر پاکستان چی بوده واقعا با دیر زیاده مانه نه با تشو تلویزیون دیدون که سلام و احترامات ا مورله د دې نوي حکومت ویل وعده ته حکومت له پیله به تر اوسه حاڅ کړی د شي پاکستان د همکاري پلور باندې راوخځو یا په دغه برخه کې د همکاري ته وحڅو دغه دوه کلم جریان کې موټ ټټولو زیاته حاڅ وکړل شي لمړی فصل د دغه و ارکو بیا د ثانوي فصل د غدي د پاکستان سره د اړیکو د وساحتې نو پاکستان تل هڅه کوي دا شي هغه ستراتیژیک اوم که د ادافو د خپل تاکيب کی ورستي حرکت او تحرکات هم دغه کھړیو یو بل کړی د پاکستان ام د حکومت د ریس د پاکستان په پا برخه کې رڼا دی مونږ وواړو چې ټول استونزې او مشكلات د د شګاونټي ټوپ پر اصل باندې د نړیوالو خوینې پروسس باندې او د وسلي ډیپلوماسي پروسس باندې حل کې جگړه د دواړو هیوا د نړیواله باور په ځان او بیا په څنګه لټو غ باندې د دغه کرشې په موضوع کې شي څوک پراته دی او غي په ځان باندې ده نو دا فغانستان دوه حکومت هم د خپلې خاورې د دفاع مسولیت لري او ترڅنګ هڅه کوي چې خپل ټولګاوونډیان سره ډیر سوراو او بترا اول لري او غي همکاري تواحد کوي نو د 13 ورځو په پا پرتا ل باندې د کرسی په وجود کې ستونزې تر ډېره ځای پورې حل شوي سپاس گزار. آقای سبوری، وقت پاکستان تن نمیته به دیپلوماسی و از گزینه های مثل راکت پراغنی و یا بستن مرز و هزاران تا درگیری دیگر استفاده میکنه حکومت افغانستان باید با چه راه کار مقابل پاکستان از این پس وارد شود چون در 15 سال گذشته این موضوع حل نشد سلام به شما بینندگان تلویزیون یک ببینید مشکلی که اساسی که ما در 15 سال گذشته داشتیم و متاسفانه ای حکومت وحدت ملی امروزی ما با او مواجه است این بوده که ما هیچ وقت سیاست خارجی مشخص در قبال پاکستان نداشتیم در 15 سال گذشته هم بوده در دو سال گذشته هم به این ای مفهوم است که سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان خود اساسی بسیار مشخص خواهد داره بسیار واضح است پاکستان در افغانستان جز از ام سیاست عمق استراتژیک خود میدانه و فکر میکنه که در, افغانستان نفوذ پاکستان در افغانستان به نحو از آنها باید تحمیل ها یا وجود داشته باشه بران به اساس از اونمو اگر از گروه های تروریستی هم استفاده میکنن اگر از فشار سیاسی هم استفاده میکنن اگر از سربه های سیاست خارجی در قبال افغانستان استفاده میکنن یعنی خط سیر سیاست خارجیشان در مقابل افغانستان بسیار واضح مشخص است برعکس از طرف افغانستان چیزی که ما در 16 سال گذشته در حکومت های قبلی و فعلی چیزی را ما است که کوشش صورت گرفت تا یک حدی که ما یک یک کار مشخص در قبال پاکستان ایجاد ولی متاسفانه موفق نبود به خاطر از اینکه بیشتر مقطعی و بیشتر عکس عملی بود تا ای که یک چیز ثابت باشه البته واضح است که ما نمیتونیم در چون تحولات با پاکستان اقدر هر روز بسیار متفاوت می باشه که داشتن یک سیاست مشخص هم کار مشکل است ولی اساس سیاست خارجی ما حداقل باید برای یک دو اصل در قبال پاکستان بسیار مشخص واضح باشه یعنی اگر پاکستان کوشش میکنه که با افغانستان از راه نظامی و نظامی پیش باید دولت افغانستان به شکل واضح آماده یک سال عمل بالمثل در مقابل پاکستان باشه اگر پاکستان کوشش میکنه که از وسایل سیاسی و فشارهای سیاسی استفاده کنه دولت افغانستان باید در عمل های بلمثل در مقابلش انجام بده و گزینایی داشته باشه متاسفانه در افغانستان چیزی که وجود داشته ما تا یک حد زیاد تابه سیاست خارجی پاکستان هستیم به این معنا زمانی که یک عکس العمل از طرف پاکستان صورت میگیره از این طرف این یک عکس العمل صورت میگیره بران دو دلیل داره میخوایم بگویم و اولی که پاکستان در موقف, در موقف بهتر قرار داره از ما کرده هم از زیرا سیاست خارجی و هم از لحاظ نظامی و اقتصادی از ما کرده در موقف بهتر قرار داره و دوم دو ای که سیاست خارجی پاکستان همیشه بسیار واضح و مشخص بوده ما هر دوی مشکلات را داریم اولی که نه در منطقه یک, یک قدرت بسیار قوی است و سیاست خارجی ما به نحو بسیار مشخص و نیست بنابراین این دو عامل اساسی باعث سازی شده که دولت افغانستان نتونه به شکل بسیار اما جانبه و, و, و محتاطانه به رقمی که بتانه از یک طرف فشار سیاسی را برای پاکستان ایجاد کنه خصوصا در زمانی که موضوعی منطقه ایجاد میشه و از طرف دیگه زمانی که همچو تهدیدها مواجه میشه باید آمادگی آمتان برای داشته باشه که به شکل به اینا جواب بدن دست اون چیز است که ما در 15 سال گذشته نداشتیم در دو سال اخیر حکومت وحدت ملی هم یکی از خلاهای بسیار بزرگی که حکومت داشته در این قسمت این موضوع بوده سپاسگزار آقای نیپول اساس سیاست خارجی مو اموتور کاخای صبوری گفتن با پاکستان انز مشخص نیس و راهکار راک شما در برابر پاکستان ازش استفاده میکنین دایي کشور را بیارین به میز مذاکره به مشکلات را به حل کنین چی است شب د پاکستان په اړه باندې خو زمرد دریز روشانه دی او غیو دریز مودي چی موږ لمړی اول باید د پاکستان سره په مشکلات کو دوم موجودت تروريزم دا او دا تروريزم دا تړړه د درېمه مساله د شوبد تروريزم مساله دا تشکرې د سولرخیز کمیسون د ناسټو پر اساس باندې د افغانستان پچین او د امریکا د متحده ایالاتو د وټولو په حضور کې پاکستان تعهداتو پر لښې کې چیرته کوم انداله د سولي او مذاکرې میز ته حاضر ان شي دوی به پرغم پوړو باندې اکدام کوي لږ بدمرغه د دوه ټولو هیوادونو په حضور کې پاکستان لوغو تهواداتو پر شیا سوي او زموږ دغه د تاهو کډاتو عملي کوي دا اوسمه کده پاکستان د ټولو چارواکو دراتګ مسله شید افغانستان دو حکومت درې سپدی برخه کې راښانه ده تر څو پوري شي پاکستان عالم ملي اقدامات ته دوه تروسی دی په وړاندې باندې ونه کې د پاکستان سره په پا هغره ډول مذاکرې واځي د وخزياندی پاکستان په پا سمیځو نړېواله کچه باندې بل شکمن زوی دی د دې دی. لپاره شی ځان لدې نیوز واڅ خر او باسي دغه رقم اقدامات او عمل کبي شیغه په داتیرو شپالو سکلونو کې مرده دي دی شاهد دی نو د افغانستان حکومت بیا هم پر دې باندې ټینګار کوي چې په یوازې همکاري ده چې هغه سیمه تو صوبا ترا ولې دغه همکاري ډیره زیاته په پا پا پاکستان پورې تړلې ده ځکه هغه د لشي افغانستان او د سیمې هیوا دونو لپاره خطر دی متحدید ی هغه ډلې اکثره د پاکستان په پا خواوره کې دي او ترڅو پولیس پاکستان په دغه برخه کې د ښکارا املیو محسوسو اخدا ام ما ته قدمونه وانهخي فکر نه کوشي سمندويته له پاکستان سره د شپره طرفاندی روانسي سپاسګزار اقای صبري انزوای پاکستان در نزد جامعه جهانی آن هم با فشارهای که حکومت افغانستان و با هایی که در بین جامعه جهانی انجام داده ممکن است و آیا واقعا همین توانایی وجود دارد که ما ببریم پاکستان را به یک انزبا؟ ببینید انزبای پاکستان یک چیز بسیار سابقه دار نیست یک موضوع است که تقریبا بعد از کشته شدن اسام بن لادن تا یک حدا قوت گرفت به این مانا تا زمانی که بن لادن کشته بود و در در خاک پاکستان پیدا نشده بود پاکستان از اون زمان یکی از کشورهایی بود که تقریبا یکی از به اصطلاح یکی از کشورهایی بود که ارزش استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا بعد از کشورهای ناتو داشت مثل که اسرائیل و مثلا بعض کشورهای دیگه در عین یک موقف بود این زوا بعد از کشته شدن او شروع شد بنان چیزی را که در در بعد از کشته لادن آغاز شد تا یک حد زیاد واقعا با وقت پیوست به ایمان کشتشتن بن لادن اسناد و شواهد زیاتری که در در دسترس کشورهای جهان و خصوصا کشورهای غربی ایالات متحده آمریکا و ناتو قرار گرفت این ثابت ساخت که پاکستان نه تنها که حامی تروریسم است بلکه خود دولت مردای از اینا هم بسیار با وضاحت گفتند که یکی از دلایل و یکی از وسایل که ما میخواستیم حکومت افغانستان از یک طرف حکومت افغانستان تضیف کنیم و از طرف دیگر در مقابل از نفوذ هند در افغانستان جلوگیری کنیم امایه از گروه تروریستی مثل طالب ها و اقانی و بعض گروه های دیگه بوده بران یا خود از اینا اقرار کردن به این متاسفانه چیزی که بیشتر نشد ولی در اقل در سه سال چهار سال گذشته صورت گرفت این بود که تا یک حد زیاد ذهنت ها در, در کشورهای غربی به مقابل پاکستان قوت گرفت که پاکستان یک کشور است که حامی تروریسم بوده از, از تروریسم حمایت نموده بنابراین تا یک حد ما موفق بودیم در مجموع بوده در, بوده در پنج سال گذشته بعد از کشتشان بن لادن ما موفق شدیم که پاکستان تا یک حد به انزوا ببریم ولی سوال از او مهمتر برای است که آیا به این زبا بردن پاکستان بالاخره باز داخل منفعت یا منافع سیاسی منافع اقتصادی افغانستان در منطقه تامین میکنه یعنی آیا افغانستان در این منطقه کدام منافع را داره تعریف ما از منافع استراتژیک افغانستان در منطقه چیه؟ آخری سبری که حالا چه منافع ما با پاکستان نفت است که بلاخره با انزوای زیر خطر خواهد بی انزوای پاکستان یک موضوع است که ما یکی از هر بای سیاسی سیاست خارجی افغانستان است ولی در قبال از او در در منطقه که ما قرار داریم افغانستان در موقعیت جغرافیایی که داره ضرورت با تا یک حد تامین بعض روابط دیگه در منطقه با یک کشور داره که او میتونه از اثر انزوای پاکستان تا یک حد زیر, سوال بره و منافع مشروع افغانستان در منطقه کو منافع اقتصادی است منافع تجارتی است که اقتصاد افغانستان انکشاف افغانستان در منطقه به او بستگی داره چیزی را که ما مثلا بعد همیشه در سیاست خارجی ما بوده ای است که ما همیشه توجه به کردیم که چطور تا حد زیاد بتانیم پاکستان را به انزوا بریم که بسیار خوبه ولی در مقابل از چطور ما میتونیم از این موقعیت برای خود یک استفاده استراتژیک کنیم چطور بتانیم منافع افغانستان در منطقه تامین کنیم چطور بتانیم از اینمی کشورهایی که میتونه بالای پاکستان نفوذ داشته باشه از اونها یا عامل فشار و بهتر نمودن وضعیت وزیعتن انکشافی اقتصادی افغانستان و بهتر با با شدن یا تفوق سیاسی افغانستان در منطقه از استفاده کنیم متاسفان در این قسمت کم کار کردیم نسبت به اینکه که فقط یک بخش از زیاد توجه کردیم سپاسگزار وقفه کوتاه میگیریم و دوباره زود برمیگردیم دوباره ښه راغلاست ادمه بس اګای میناپال امروز سفیر افغانستان در پاکستان چیرې به دولت پاکستان وړاندیز کړه نن زموږ سفیر په پا پاکستان کې د پاکستان حکومت د پنځه یا کسانو لیست مکررن بیا وسپاري او د غتر څنګه مر د پنځه دیرشو حقوقو مراکز و لیست وسپارش په کې همالن ترورستان روزل کېده او غترورستان په افغانستان کې توروستی اعمال سرترسوی د افغانستان خلک هوښنی او دلته نامني چوری دا د هغو ادعا او پراساس باندې چې پاکستان په خپل باندې کړی دي شي دوی گواک کوملیست د افغانستان حکومت ته سپاراله دي د افغانستان حکومت د ټولو نړیوالو شریکانو په حضور کې شي هغه د ټولو شواهدو او واسنادو سره دی دا د کسان چې پنځه ټیا کسان دی دا ټول پېژندل سیو کسان دی او چې دوی په نامونو په نومونو باندې په پښتور په کوټه کې شورګا نه لري او والني د ټولو هو بجنیتونو عاملین دي په افغانستان کې تر سره شوی سپاسګزارم آقای سبوری وقت 85 نفر را لست شد دولت افغانستان با 35 گروه تروریستی و دولت پاکستان میده و این هم واضح است که اینا از خاک پاکستان بر علیه افغانستان اقدام میکنند فکر میکنین که حکومت پاکستان در برابر همین پیشنهاد حکومت افغانستان پاسخ مثبت خواهد داد و یک گام عملی خواهد برداشت؟ من فکر نمیکنم، وقتی در 15 سال گذشته ما این و اقدامات بیشتر شاهدش بودیم دولت افغانستان در, در موارد مختلف اسناد شواهد لست ها و تا آدرس های مشخص نمرات تلفن به آدرس خانه و نام افراد در های مختلف به دولت پاکستان تسلیم کرده و از اونا خواستن که در مقابل ازی و اقدامات عاجل صورت بگیره ولی متاسفانه هیچ وقت ما شاهد کدام اقدام جدی نبودیم حتی در بعض موارد که اگر بعض افراد گروه های مخالف خواستن که با دولت افغانستان نزدیک شوند و یک پروسه را که منتج به مذاکرات و بحث سال شود تا با زمانی که او موضوع مطرح شده پاکستان کوشش کرد که کو افراد بندی کنه و یا از صحنه تا بیرون کنه تا مذاکرات صلح تا با طالبات به کدام نتیجه نرسه خوشبینی زیاد در اینجا وجود نداره من فکر می کنم دلیل که دولت افغانستان لست برای, 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 برای لست و مراکز تروریستی را برای پاکستان داد تقریبا بیشتر مثل یک عمل تکتیکی است امور رقم در قد می که امو عربی را که پاکستان استفاده کرد که بعد از عمل انتحاری در کراچی در زیارت شعباز قلمدار. که یک لیست بر دولت افغانستان داد و از اینا خواست که اینا را در داخل خاک افغانستان یا تسلیم افغانستان کنند و یا هدف قرار بدن تقریبا یک عمل بالمثل بود ولی نتیجه مثبت به هیچ وجه بار نمیره به خاطر که ما شاید ازی بودیم پاکستان هیچ وقت عکس عمل جدی در قبال افراد ب... 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 انجام نداده و دلیلش این است که هنوز ب... ب... پاکستان سیاست خارجیش در قبال افغانستان هم تغییر بسیار جدی نامده انوز هم افغانستان و از لحاظ سیاسی برای پاکستان بسیار مهم است داشتن نفوذ افغانستان برش بسیار مهم است حمایت از گروه هایی که بتانه دولت افغانستان یا دولت افغانستان در مجموع تصیف کنه مهم است نگاه کردن افغانستان در حالت بی ثبادی انوز هم از جز از دکترین سیاست خارجی پاکستان است که میخواین افغانستان در حال هر ضعیف باشه و با پیمانه خطره. از جانب افغانستان به پاکستان کمتر می باشه با وجودی ای که این تاکید تغییر کرده در دم ذهنیت افرادی که در سطح بالای پاکستان قرار دارن خصوصا پلیس ها انو تا کد بعد از اینکه پالیسی عمق استراتژیک پاکستان بعد سال پیش یک بررسی شد یک تغییرات که آمدی بود که میشه که ما افغانستان با تا حد منافع استراتژیک پاکستان در منطقه را تامین کنه ولی باز این باعث ازی ای شد که نفوذ بیشتر هند باعث ازی شد که تا یک حد دوباره یا یک قدم عقب بردارن ولی انوز انوزم خلاصه به جواب سوال شما ای که تا زمانی که تعهد جدی و اقدامات عملی از طرف پاکستان صورت نگیره و که او بیانگر ازی باشه که پاکستان واقعا یک مقاطعه جدی را با توریزم در منطقه میخواه انجام بده در خاک خود میخواه انجام بده متاسفانه این چیزایی است که در سابق هم صورت گرفت و در آینده هم نتیجه مثبت نخواهد داشته باشه آقای مینپال تعهد جدی حکومت پاکستان را چگونه باید به دست بیارین تا بالاخره از این تنگنا و دگر حکومت افغانستان بیرون شود که هر بار مواجه نشود با این کشور و اگر پاکستان باز هم به این سیاست های داد پاسخ حکومت افغانستان در کلانترین سطح چه خواهد بود؟ شب پرده بندی با با تنگار کوشی په سیمه کې تروريزم یو بلکوو خطر دی هغه وزي افغانستان ته نه دی او د سیمه په کاچا باندې مثلا د داعش د شاباس کلندر زیارت په نشر کړه او په ښکاره باندې د غبريت مسولیت په غاړه واخیستنو د ناول بريد نه نا اخر بريتونه دي څنګه د دا هیڅ مسره په خپل باندې دغه درې هیوادونو شアフغانستان پاکستان او بنگلاديش دغه خپل هدا فکر جوړولې د نوبینان تدې لپاره شيده ا تراګریته وبالکو خطر پ وړاندې باندې مقابله وسینو همکارۍ ته ارتي استاو دا همکارۍ په پاکستان پورې تړلې ده کچیر ته د دوه تحریادات پ وړاندې باندې همکارۍ ونسي نو لوغو او مليتونو له دوی هو دونو څخه به آم... قرباني اخلي آم... د غرس مشر وینا په مونېخ کې پرام دی باندې را څرخېدل شي د دې پر ځای چې مرټروریزم د خپل سياسي ابزارو په توګه باندې استعمال کو راځي شي توګه په اولاندې باندې و تدريشو نو د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده او کثیرتا همکاري ونه کې مرټروریزم د پاکستان اقتصادي ګټې د پاکستان سياسي ګټو په مژمو کې د پاکستان ټول تحدیدوي لوګيستیک لکه څنګه چې په داغو څو هفو کې معلومه سو امه معلوم دا شیبه د دوی دولتي او ملکی هدفونو سره کوي او قیصا بولي یک بستر دی کې وزیر دفاع امریکا مطرح کړه د همین کانفرنس ابو دبي ازدياد نیروه ای ائتلاف بین المللي بازم د افغانستان او هم چرون دولت بریتانیا هم یک پیشنهاد داره که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند احتمال خطر سقوط در افغانستان وجود داره شما فکر میکنین که نیاز است باز هم نیروهای خارجی یک بار دیگه سرازیر شوند در افغانستان دو دا دا نظر داره اینجا وجود داره اولی که من فکر میکنم که نیروهای امنیتی افغانستان و تعداده که در موافقت نامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای ناتو و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود که چقدر تعداد اردوی ملی ضرورت داریم چقدر پلیس ملی ضرورت داریم ما فکر میکنم اونم هم تعداد کفایت میکنه تا امنیت در سراسر سر افغانستان تامین شود ولی یک چیزی که متاسفانه در 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 به امتداد رای که ما با جامعه جهانی هم کار بودیم در بخش همکاری های امنیتی ما این بوده که اما وسایل و امکانات و تعلیمات لازم را که اینا باید بر نیروهای امنیتی افغانستان میدادن اون متاسفانه فراهم نشده این به این مفهوم این مفهوم است که چیزی را که باید جامعه جهانی در افغانستان انجام میداد این می بود که باید و آل چیزی که حداقل چون ما از نمیخوایم سر به گذشته برگردیم ولی چیزی را که فعلا میتونه جامعه جهانی انجام بده ای است که بله ضرورت به ای وجود داره که یک تعداد از نیروهای خارجی به خاطر ازیک نیروهای امنیتی ما را آموزش لازم بتن و امرای از اونا تاکد باشن از امکاناتی که اونا در دسترس دارن که نیروهای امنیتی ما او فعلا و امکانات ندارن به خاطر حمایت حمایت از اینا در در جنگ ها از اینا استفاده صورت بگیره آموزش از اینا بهتر شوه و این این نیروها استفاده از بعض وسایل و تجهیزات را که دولت افغانستان که باید بعضا از تاکید کنه که بر نیروهای امنیتی افغانستان داده شوه تاکید صورت بگیره که او وسایل در دسترس مراسل نیروهای امنیتی افغانستان قرار بگیرد تا قوت نیروهای امنیتی ما در مبارزه با تروریسم و و بالا بره و یک چیز دیگه که متاسفانه باید در دو سال گذشته حتما صورت می گرفت این بود که باید یک بررسی عمومی از هر ها نهاد امنیتی ما هم وزارت دفاع هم وزارت داخله و هم امنیت ملی ما صورت می گرفت. که بر اساس از او تخمین بررسی میشد که کدام مشکلات در داخل نیروهای امنیتی موجود داره آیا این موضوع مورال است آیا این موضوع وسایل است آیا ای موضوع آموزش است که به اساس از او باز ای ای که در سیاست جهانی خصوصا حکومت جدید در ایالات متحده آمریکا آمده و کشورهای ناتو می خواهند که موضوع تروریسم جدی گرفتن چی نه این کمک ها به چه شکل باید به نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیره تا توانایی از اینا بالا بره متاسفانه این چیزی است که باید در, در سال گذشته 100 درصد صورت نگرفت متاسفانه صورت نگرفته و یک موضوع دیگه ای که واقعا در تمام جهان یک موضوع بسیار معمول است که شما در وزارت های کلیدی امنیتی تان معمولا افراد را می داشته باشین که اونا از لحاظ مدیریت از لحاظ تجربه از لحاظ فن که در اون رشته هستن حداقل افراد باشن که توانایی پیش مو و وزارت داشته باشن متاسفانه که در ما بینیم که کمترین توجه به دو وزارتی که در حقیقت وظیفه تامین امنیت در سرتاسر سر افغانستان از خصوصا وزارت دفاع و داخله اصلا توجه و صورت نمی ولی برعکس در جایی که ما میبینیم اتو معلوم میشه که به بش بش شکل جدی کوشش دوامدار در در خصوصا در یک سال یک و سال گذشته وجود داشته تا این دو وزارت به شکل از, از اشکال ضعیف نگاه شود متاسفانه این یکی از عوامل اساسی است که ما امروز مجبور هستیم از جامعه جهانی دو چیز بخوایم هم اضافه اضافه نمودن نیروهای امنیتی به خاطر که ما متوانایی پیش برد جنگ یا کدرای که پیش جنگ پی برد متاسفانه وجود نداره سیاسی شده و دومی که امو روند آموزش و تربیه و بررسی که چین و امکانات در اختیار نیروی امنیتی قد متاسفانه هم استاد شده و او که او عامل دوم از این بوده که نیروهای امنیتی ما متاسفانه در بعض جاها با مشکلات مواجه شدن آقای مینپال شما کار میکنه روی تقویات نیروهای امنیتی و ذی ساختای امنیتی افغانستان وایي کی علاقه مند است ته نیروهای خارجی بشتر شوه طرف افغانستان چا یو خو بده د استاد بر خبرو باندې او څه د وکما او څه مارکس پرو کما مثلا دا دشي یو خو مرتن ذکرنه جګړې ز استراتیجی جوړ کړی په هغه کې دا دشي د افغانستان د امنیتی قوه او ټول وضعیت ورسې شوی دی چې پر اطلن کوپینزو کلو نو کی مرڅ شي ته ضرورت لرو دومره مثلا د سرڅګل پوښتو کې د منسجم دفاع چې موږ نوم ورکول پوښتنه یې زمره شپږ کلي اوردغان په ټول افغانستان کې د پتراګرو په وړاندې باندې څنګه کېدلې او موږ په دې باندې باورې شو د پردې باندې د نزمون ريوال شریکانم اعتراف کوي چې د افغانستان امنیتی او دفاعي کوې د دې ورته اړیل لري چې د هر بل قوه خطر په وړاندې باندې ودری چې وو جنګید او زړه ور دی او په دغه برخه کې ډیر کار کړی دی او تجهیزات په برخه کې موږ لې دی اورې لوي مشکل او ستونزې سره مخامخ وي او پر دې باندې له ټولو نړیوالو شریکانو سره کار کوي د اسکرو زیاتوالې د وضعیت پر ځونه پورې اړه لري د افغانستان حکومت او نړیوالو شریکان بل نږدې وزارت چارې ولتر ډېره زیاته د رویه رهبری وزارت دفاع او داخله اشاره شو د وزارت دفاع په رهبری خو د وزارت دفاع پرسته یو واقعنه یو یو مسله کې څوک دی ا هغه د تګځای له ډیره وخت د د وزارت په چوکات کې پاتې شوی دی کارې کړی دی د کورني شو وزیر هم د غرب د کلی اوردو کمانډانو وشي په لته ډیره ست نتیجه ورکوړي د افغانستان په جګريزو مرګرونو کېري فعال پات تسوي دي تر ډیره ځای پوری ورستنی اصلاحات په د وزارت کې رامېست تسوي دي په مختلفو برخو کې نه شکارا دیو لچا پټنی دي پر صورت باندې پدې شک نشته چې مور په یو جکړی حالات کې او په جکړی حالات کې چې د افغانستان بولاندې باندې او د سیمه نړي په کچه باندې تر هغه لري نو ستونزې بيولي په کاملاً دغه کسان شید دغه دوه ضرورتونه پاره اسټ کړي او متحد افغانانو د دله پاره کار کوي مور په دې باندې پوري شي د افغانان حکومت او د افغانان ملت به د خپلې خاورې او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره کار کوي ممنون اخه سبوري اولو در باسي منطقه په تېرف روسيا چین و قدرتوي منطقوي باسي دګر راغواز کړن او مذاکرات شون هم کې تعم شما آگاهیست فکر مکنئ کې ما بیشتر اتقا کنیم باز هم به متحدین غربی خود و یا ای که توجه هم داشته باشیم به, متع... به کسانی که در منطقه میخواهند نقش بازی کنند برای افغانستان این برای افغانستان به یک کشوری که در یک ب... 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 موقعیت جغرافیایی بسیار جالب اگر بگوییم در منطقه قرار داره به خاطر از اینکه یگانه کشور است که از چهار طرف تقریبا با کشورهای همسایه است که هیچ کدامشان تا نیت خوب برای افغانستان ندارند برای افغانستان چیزی که بسیار مهم است اهمیت دادن به او امکاری است، امکار های استراتژیک که در 15 سال گذشته به افغانستان امکار بودن این یکی باید از یکی از موضوعات بسیار اساسی برای افغانستان باشه به خاطر ازی که هیچ کشور در این مقطع زمانی نمیتونه به اندازه ای که نیروهای امنیتی ضرورت داره به اندازه ای که اف... وضعیت اقتصادی و انکشافی افغانستان ضرورت داره هیچ کشور در منطقه توانایی همکاری به افغانستان به او نداره بنان این روابط افغانستان با کشورهای ناتو و ایالات متحده امریکا یک در وضعیت فعلی و در آینده بسیار نزدیک یکی از اساسی ترین موضوعات به خاطر حفاظت افغانستان به خاطر تامین امنیت در افغانستان به خاطر انکشاف اقتصادی و سیاسی افغانستان یک اصل بسیار اساسی و مهم است وقتی که موضوع میم باز در منطقه یک موضوع متفاوت است در منطقه ما یک سیاست باید طویل مدت داشته باشیم به این معنا که کشورهای منطقه جز از سیاست خارجی ما هستند کشورهای هستند که ما در موضوعات سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی ما رواد ترانزیتی و تجارتی ما در این منطقه بسته هستیم بنا چیزی را که دولت افغانستان میتونه در منطقه بیشتر ترویج کنه و اساس سیاست خود خارجی خود قرار بده است که چطور کشورهای منطقه را که افغانستان در بیس یک گذرگاه امی کشور در یک گذرگاه از یک کشور قرار داره چطور کارها و پروژه ها و فعالیت هایی را که بتانه کشورهای منطقه را از لحاظ اقتصادی و ترانزیتی با از طریق افغانستان وصل کنه این باید اساس یکی از موضوعات بسیار اساسی باشه به خاطر از که چیزی را که ما در آینده بسیار دور فکر میکنیم که میتون افغانستان موقف و سیاست خارجی شه در منطقه بیشتر قوی تر بسازه و معصر تر بسازه یه است که چقدر کشورهای منطقه از طریق افغانستان در مسائل تجارتی و اقتصادی و ترانزیتی به افغانستان وابستگی دارن اگر ما بتانیم این موضوع را دا دا چانس هله گذشته اساس یا مهراخ سیاست خارجی قرار بدیم موږ میتونیم کشورای منطقه را به شکل خوب در د د د سیاست خارجی خود اداره کړین سپوس گذار اخی میناپال در اخیره اگر کوټه شارک کنین که شما با قدرتای منطقه چگونە تعامل خایېد کرد مرته خپل بهرانی سیاست او پالیسی په پینځو کړو کې په دقیق کړی د تعریف کړی د شی هره کړی مرته د رضایت د ارزښورده مرده نړۍ د ټولو هیوا د نړۍ وی هیوا د ماسیو شغه پاکستان د ټولو سره ډیر شی لري او په دغه بارخه کې ور سره ډیر سیاستکار کو کچیرته د پښې روسیا کې د ناس ته خبره کوي یعنی د افغانستان د دریز او په کې د شروک هیوا دونو شه د افغانستان د دریز سره ملاتړ کوي پر دې باندې ام توافق کو لري دي شي هیڅ نهسته بيد افغانستان د حکومت له حضور هر نهسته د افغانستان د حکومت په غياب کې د ډیپورزيشن نتیجه ور کې موضوع نورم پیچليکي یعنی په دغه نهسته کې تاغه اوس کې دي د افغانستان د حکومت اساساتې پیچسته مور پر دې باندې ټینګار کوشي سمه ای ځمکاري مور یودایي صوبات ترسي او هغه دغه صوبات شیدې د ټوله هوا دونه په ګټه دی مور ټوله هوا دونه سره واړو شي د نتیجې ته ورسيلو شي همکاري وکړو اقتصادي همکاري وکړو د اقتصادي همکاري شیدې د اوسنړی او په خاصه توګه باندې د منټقې لپاره تر ټولو مهمه او ضروري دا نو دغه همکاري به موږ دایمي ثبات ته رسوي سپاسګزارم چې حضور شما مهمانا در بلس او سپاسګزارم از شما بیننده ها کی ان بس را سمونته دنبول کردن تا بعد خدا نگہدار